خب پس هرمز تموم شد، از هرمز دوباره قایق گرفتیم برگشت بندر عباس. یه چیزی حالا یادم افتاد، اینقدر شهرهای مختلف رفتیم دیگه یه جایی جا میمونه واقعا. ما برگشتنی از هرمز یه دوباره یه لنج سوار شدیم، یه یک ساعت خورده تو راه بودیم تا رفتیم قشم. آها رفتیم یه جزیره دیگه. آره رفتیم قشم، بعد یه شب هم قشم بودیم که اصلا اونجا یه پارک هم داشت مخصوص چادر زدن، رفتیم اونجا. ولی خب انقدر گرم بود و شرجی، آره و شرجی بود، توی چادر تمام خیس شده بود، یعنی چادری که زده بود نمیشد توش نفس بکشی. که ما اصلا آخر سر چادر بیخیال شد، اومدیم رو همین بغل یه کیسه خوابو پهن کردیم و همونجا گرفتیم خوابیدیم. که میگم یه قشم هم رفتیم این وسطا و قشم یه شب موندیم، یعنی یه صبحش از هرمز رو افتادیم رفتیم رسیدیم اونجا. یه فکر میکنم سیتی سنتر یه همچین جایی هم داشته برای یه مرکز خرید بود که جای قشنگی بود، اونجا من نرفته بودم، که دو تا ساختمون رو از طریق یه تونلی هم دیگه وصل می‌کرد. تونل زیر آب بود؟ نه تونل رو شیک درست کرده بودن، چراغونی کرده بودن داخلشو که از اونور به این طرف میاد، یه همچه حالتی داشتش. میگم شب موندیم اونجا و صبحش را افتادیم، بعد رفتیم این دوستمون سمت بندر عباس رفتیم که اونجا سوارش کردیم رفت به سمت تهران با قطار. و چون این اتفاقه، چون از خود قشم تا بندر عباس یه مسیر تایمی جدا شدیم، نه توی بندر عباس، بندر عباس یعنی تا خود ایستگاه قطار ما رفتیم باهاش، که از بندر عباس به بعد شدیم دو نفر، شدیم دو تا پسر شدیم فقط. بعد خلاصه چون این تایمر رو ما اینجا از دست دادیم، یه مقدار از روزمون رفت. ولی خب ماشینا که سوار شدیم تا رسید به اون دو تا بنده خدایی که اومدن ما رو سوار کردن، که گفتن آره می‌خواستن ما جوونا که می‌خواستن تا ما رو گفتن تا سیرجان میتونیم بعد تو مسیرمونه شما رو ببریم. ما هم رفتیم سوار شدیم و آقا یکم گذشت، بعد رفتیم جلوتر دیدم که خب راننده داره یه مقا تو خطه میزنه، بعد اینی که این برن نشسته، بعد شیشه ها بالا، هوا چون گرم بود کولر هم گرفته بودش، بعد بخوری شده بودیم. من فقط سامی این طرف هم نشسته بود، برگشتم گفتم که سامی من چشام باز نمیشه، من اگر چیزه یه چرت بخوابم تو اوکی یا نه؟ گفت من اوکی هم، تو اگر میخوای یکم چشاتو ببن. که من تو اون لحظه حتی میگم اون اعتماده که میگم دو طرف هست و اینا، اونجا یکم من اون اعتماده کمتر بود. وقتی این آره اتفاقه رو دیدم یه ذره نگران‌تر شدم، که سریع به یکی از بچه‌هایی که توی بندر بود که موقع رفتن دیده بودیمش بهش پیام دادم، گفتم ماشین اینه و اینا از کارهایی که موقع هیچ زدن باید انجام بدید، یعنی تعارف نباید داشته باشید. سریع لوکیشن آنلاین بهش دادم و از اون طرف هم میگم مشخصات ماشین و نفرات و اینا رو دادم بهشون، که گفتم ما از این مسیر داریم میریم. بعد اون تموم شد، من این گفتم سامی اینجوری و خوابیدم یه رو پیسته و بعد بلند دوباره بلند شدم، دیدم نه حالم بهتر به شیشه ها رو دادیم پایین، یکم حال هوا عوض شد. خلاصه هیچی اونا صحبت کردن چی کار میکنید و اینا، بعد برگشت گفت آره ما اینجوری حکم جلب داریم. بعد می‌خواستیم که بریم سمت، اومدیم یعنی سمت جنوب ببین بررسی بکنیم میتونیم با لنج و اینا بریم خارج از فرار کنن، آره که دیده بودن مثلا شرایط اوکی نیست اونقدری، داشتن برمیگشتن به سمت مرز تبریز و اینا، مثلا به سمت مرز ارومیه اون قسمت، آره که برن از اون و خارج بشن، که حالا ما تو مسیر با اینا هم سفر شدیم. خلاصه کاری ندارم، ما رفتیم و تو یه جای مسیر دیگه اوکی شده بودیم. این برگشت گفتش که بزن که من از صندوق وسیله کیفمو برم بیارم. رفت کیفشو بیاره، ما هم نشسته بودیم تو ماشین، کیفو آورد و فلان. من نشسته بودم دقیقاً پشت سرش، این و راننده، سامی هم پشت راننده نشسته بود. کیف رو برداشت، اون دوباره یه چیزی در آورد، من وقتی در آورد و کاری ندارم گذاشت کنار. بعد همین حالت برگشت عقب،
گفت هر چی دارید خالی کنید. یه چاقو گرفت سمتمون و گفت هر چی دارید خالی کنید. خب من که همینجوری داشتم نگاهش میکردم، سامی برگشت گفت ما اگر داشتیم که اینجوری مجانی نمیمادیم سفر. بعد خود سیار رو دقیقا همینجوری خندش گرفت. بعد گفت واقعا میگوستیم که همین کول است بیا پس شما. ما اصلا چیزی نداریم که واقعا چیزی با ارزش پیشمون نداریم. بعد دیگه خلاصه یارو غلاف کرد و برگشت گفتش که نداشتم باهاتون شوخی میکردم. واقعا اگه یکی بخواد یه همچین کاری باهاتون بکنه شما نمیترسین؟ گفت ببین این اعتماده و اینا این داستانا قبول هست، ولی اینکه این اتفاق بیفته واقعا بعد اون لحظه عکس‌العمل نشون بده که من دقیقا قبل این اتفاقه اون ذهنیتی که بابت اون مواد کشیدن بودش سریع برداشته بودم لوکیشن آنلاین اینا رو داده بودم. یعنی این احساس خطر رو اینا رو متوجه میشید از روی رفتارا. مواد کشیدن یه طرف پنجره رو هم داده بالا، اون قطعا میدونه شما رو داره بخوری میکنه. این آره. خودش خیلی خطرناکه. آره بعد دیگه خلاصه هیچی چیزی میگم چاقو غلاف کرد و گفت شوخی میکردم باهاتون و فلان و اینا، و می‌خواستم فقط ببینم اگه تو این موقعیت باشید واقعا عکس العملتون چیه، چه اتفاقی میفته. ما هم تعریف کردیم، گفتم آره این همچین چیزی هست و ما این اتفاقا رو میبینیم و آدمای مختلف داریم میبینیم و این برامون عادیه، اما خب سختم هستش با اینا کنار اومدن. بعد گشت کیفش رو یکم اینور اونور کرد و گفتش که این جای سیگار یادگاری برای تو، یه دونم جای سیگار یادگاری داد به رفیقم، گفتش که ما که داریم میریم از این مملکت، اینا یادگار از طرف ما واسه شما بمونه که هر وقت دیدید یاد ما بیفتید. بعد خلاصه هیچ، ما رفتیم و گفتیم خب میریم سیرجان. رفتیم تو مسیری و دیدیم که زده کرمان این طرف. خب الان چیکار کنیم؟ گفت ما تا همینجا میتونستیم. دم یعنی چی؟ تو داخل شهر شما نمیریم؟ گفت نه ما از این کمربندی میریم. بعد تاریکی شب رسیده بود، یعنی اول شب بود دقیقا، که خب خیلی جای بد و خیلی تایم بدتر ما اونجا مجبور شدیم پیاده بشیم و اینا رفتم. چند کیلومتر؟ 30 کیلومتر، 50 کیلومتر داره؟ از کجا؟ از سیرجان تا کرمان؟ نه بیشتره. بیشتره. که بعد ما وایسادیم آقا هرچی دست بلند کردیم، شسته رو آوردیم، دیدیم که نه شسته خراب پیشه هیچ که از آن وای نمیسته، یکی هم یه ذره ترمز میکنه چون دید نداره میره. بعد گفتم که خب به سامی، گفت سامی بیا بریم حداقل تو سمت جاده کرمان این رمپر بریم بالا و اون طرف ماشینا رد میشن، نه اینا میدونیم این سمتی دارن میرن، شاید اون طرف سوار. رفتیم اونجا هم که بازم داستانو داشتیم، خیلی طول کشید که من گشتم گفتم خب سامی کاری نداره که همین بغلا دشت دیگه، چادر میزنیم و میمونیم، چاره ای نیستش. که همون لحظه هم نه دقیقا، یه حالا یکم بعدتر دیدم که صدای زوزه و سگ و فلان، اصلا یه صداهای عجیب غریب میمونه که دیدیم اصلا چاره ای نداریم، یعنی بمونیم تیکه تیکه شدیم تا صبح. که گفتم که نه باید بریم. که توی دیدمون یه نوری بودش، حالت این توی جاده پارکینگایی که هستش ماشینا برای استراحت وای میستن، گفتم بیا حداقل تا اونجا پیاده بریم که این نور حداقل به ما بخوره، طرف ببینه ما. تو همین رفتنه بودیم، هر ماشینا میومد یه دستو میبردیم بالا و یهو یه پژو جی ال ایکس بود اومد با سرعت داشت رد میشد، یهو زد رو ترمز، یعنی با یه مسافت طولانی وایساد و داد دنده عقب گرفت اومد و اینجا چیکار میکنید این وقت شب و فلان. و ما هم گفتیم حالا داستان اینه و فلان، خوردیم به تاریکی شب و میخواییم بریم سمت کرمان، بعد شما اینجوری میتونید ببرید و اینا. گفتیم که اونم گفت اوکی بشینید. بعد نشستیم، این راننده پشت فرمون، من عقب نشستم، سامی جلو نشست. این پشت فرمون اینجوری نشسته بود، بعد با یه دست، یه دستش هم تقریبا پایین بود، با یه دست رانندگی که سرعت بار، یعنی تو پیچ ها قشنگ یه جوری رفتش، من اصلا میگفتم هر لحظه امکان داره چپ کن. توی اون تاریکی اون ساق طلایی رو که خریده بودم توی کیسه بودش، من اون پشت اومدم این کیسه رو که باز بکنم یه ساق طلایی بخورم، این سری چراغ رو روشن کرد و برگشت سمت ما. من برگشتم فهمیدم که ترسید از این صدای خشخشه، سری بیسکویت آوردم جلو گفتم بفرمایید اینا، بعد دید خیالش راحت شد. بعد دیگه
اون گرم گرفتن اتفاق افتاد و گفتش خب چرا این کارا رو میکنید فلان، اگه پول ندارید بیاد من بهتون پول بدم سوار اتوبوس شید از کرمان برید تهران. گفتی نه آقا اصلا سبک سفر فرق میکنه، ما احتیاجی به پول نداریم، پول هستش ولی خب این دوست داریم این تجربه کنیم این اتفاقایی که داره بین ما میفته. بعد دیگه خلاصه هیچ، این بنده خدا حالا از اون اصرار و فلان اینا که آخر سر گفتیم نمیخوایم پول نمیخوایم واقعا، ما رو آوردش تا چی میگن پلیس راه کرمان. پلیس راه کرمان گفت اینجا جای امنیه، نزدیک پلیس راهید، همینجا میتونید چادر بزنید و بعد تا فردا که حالا جایی اگه میخواستید برید. ما هم رفتیم اونجا و چادر زدیم و حالا کاری ندارم تاپ بازی و مثلا دیگه تفریح بود دیگه برای ما کلا. خلاصه شب شد خواستیم بخوابیم، آقا ما خوابیدیم نگم واقعا برات انقدر سرد بود یعنی از اون گرمای هرمز ما اومده بودیم یهو توی این سرمای وحشتناک، یعنی مثلا با کاپشن و کیسه خواب و نمیدونم ما دو تا یه چادر من برده بودم یه چادرم سامی آورده بود، چادر منو په کردیم کف که یه حالتی حالت عایق باشه، چادر سامی دو پوش بود یه پوش دوم هم انداخته بودیم ولی واقعا گرم نمیشه که حتی شبش مثلا من پاشدم یکی از البته اینی که میگم واقعا بد نباشه چون خیلی باید حواسشون باشه تو این اتفاق، اینو ما خودمونم میدونستیم توی چادر اصلا نباید کپسول روشن کرد، یعنی امکان داره که گاز گرفته بشید، امکان داره خوابتون ببره این روشن بمونه و اون گرمایی که توی اون یه تیکه چادر جمع میشه باعث آتیش گرفتن این چادره میشه و اصلا آب بشه واقعا اصلا شما رسما دیگه از بین میرید. بعد خب من به خاطر این چیزی که بوده شاید روشن 20 ثانیه 30 ثانیه روشن میکردم یه دم میگرفت، چند دقیقه خاموش میکردم دوباره روشن میکردم، یعنی 4 صبح من یکی از سردترین روزهای زندگی متجربه کردم که آخرش با این سر کردیم تا یکم دوباره خوابم بردش و یعنی خاموش کردم گذاشتم کنار خوابیدم و ساعت 6 خورده‌ای پاشدم دیگه رفتم بیرون حالت ورزش کردن که هم گرمم بشه هم یکم بدنم آماده تر بشه. بعد یکم بیرون وایساده بودم یهو دیدم که سامی جنگ یود بیاد زدن، من گفتم چی میگه خواب داره میبینه چه تو ندارم میزنم، گفتم سامی چته، گفت صدا رو ببین صدا رو ببین، گفتم بابا دیوانه اون دست پادگانه واسه سرگاهش نمیدونم چیه دارم میزنم، گفت نه بابا نه به خدا باش بیا بیرون ببین چه خبر رژه دارم میرن چی کار داری میکنی که دیگه خلاصه هیچ ما پاشدیم و یه بساط صبحونه درست کردیم رفتیم سمت کرمان. بودم دروازه شیراز رسیدم صدای تبل شیپور را شنیدم، به خط کردم تراشیدم سرم را، لباس ارتشی کردم تنم را، لباس ارتشی رنگ زمینه برادر غم مخور دنیا همینه. باز دوباره اونجا یه سری از دوستا رو دیدیم که حالا برای من که آشنا نبود برای سامی آشنا بود و دیدیمشون و یه گپ و گفتی کردیم و بعد یه هاستی پیدا کردیم دوباره از همون طریقی که گفتم رفتیم پیش هاسته، اون هاست هم یه پسر جوون بودش که خیلی مهمون نواز خیلی خوب، یعنی واقعا این هاستایی که من رفتم خیلی آدمای خوبی و خیلی آدمای خونگرمی بودن. بعد خلاصه هیچی رفتیم هاستش و بعد شب گفتش که بیاد ببن بگردم، رفتیم ما رو برد بیلیارد و نمیدونم بمیم شام بخوریم این طرف و بریم این پارک فلان. تو خود کرمان بودیم دیگه. آره رفتیم یه 2 روزم کرمان موندیم و بعد از کرمان دوباره خدافزی کردیم اومدیم سمت جاده که بیایم به یزد، گفتیم بریم مقصد بعدی یزد و ببینیم اونجا چجوریه. بعد یزد خیلی جای تاریخی داره، خیلی بافته خوب داره، بریم اونجاها رو بگردیم. ما را افتادیم بعد رفتیم یه ماشین گیرمون اومد، دقیقی آدم نیست ماشینه چی بود ولی سوار شدیم رفتیم به سمت رفسنجان، طرف تا رفسنجان ما رو برد. بعد رفسنجانم وایستادیم ماشین گیر نمی اومد، پیاده برو 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 خیلی خیلی مسیر طولانی و ما پیاده رفتیم اونجا و
فکر میکنم حدود 15 نه کمتر 13 آره صبح. ما همه سفرامون صبح بود، یعنی سعی میکردیم اول وقت بیدار بشیم که بتونیم استارتو بزنیم به تاریکی نخوریم، که داستانی مثل داستان سیرجان تا کرمان نخوریم. یه کیلومتر زیادی ما پیاده رفتیم که یه جوری شده بود دیگه استریکان گذاشتم که سامی به در و دیوار همه جا فوش میداد که چرا ماشین گیر نمیاد اینجا. که آخر سر یه پرایدی اومد وایستاد، اونام دوتا بودن، دوتا جوون بودن و سوار شدیم و تا اومدیم توضیح بدیم گفت نمیخواد، فقط سوار شید. بعد شک کردیم گفتیم داستان چیه، گفتیم چرا مثلا به همین راحتی داری چیز میکنی، گفت من دیدم از شما سوارم کردم قبلا بچه هیچایکو اوکیه میدونم چجوریه سفرتون کاملا خبر دارم و اینو. گفتیم دمت گرم دیگه. خلاصه سوار شدیم رفتیم و تو مسیر برگشت گفت وقت دارید؟ گفتیم وقت که داریم، ما اصلا اومدیم سفر ماجراجویی هستن. آره اوکیه داستان چجوریه مثلا چه اتفاقی؟ گفت آره تو سمت تو مسیر یه جایی هستش حالت قلعه داره فلان داره خیلی تاریخی و اینا رو میخوای بریم اینجا رو ببینیم. گفتیم اوکی ما تا 2-3 ساعت وقت داریم و میتونیم ببینیم، مشکلی نیستش. ما رو برد اونجا، جایی بود به اسم بیاز. بعد ما این بیاز رو رفتیم، بیاز اصلا نمیدونم چی جوری باید تعریف کنم از آدمای اونجا، از اتفاقایی که برای ما اونجا افتاد. واقعا خیلی جالب بود برام. ما رو برد اول یه جاهایی رو نشون داد، یکی دو تا قلعه رو نشون، قلعه که جای تاریخی که حالت حرمسرا اینا بود و نشون داد و اومدیم بیاض. قلعه های تاریخی رو داریم میبینیم، بیاض بین رفسنجان و نارستش، کل خونه های تاریخی شه. بعد یهو ما رفتیم سمت حالت دهیاریشون، دیدیم یه عالم آدم دارن میان سمتمون. چی شد؟ چه خبر؟ اینا کیه؟ گفت آره ما خبر دادیم که دوتا توریست اومدن فلان و اینا. خب سامی هم یه گوپرو داشتش میبستش به خودش، حالا و هر جا میرفتش حالت مستندتور از همه جا فیلم میگرفتش. بعد خلاصه اینا اومدن، بعد گفتن که تیم شدن. آقا ما رو بردن گردوندن، یکی یه سمت و یکی سمت دیگر، ما هم همه اینا رو فیلم گرفتیم. قلعه های خیلی خوب، بعد خونه هاشون انقدر تاریخی و باحال بود، خودشون اصطلاحش این بود، یعنی میگفتن که خونه هامون انقدر چسبیده به همه، یعنی این قدیمی هایی که الان همه اونا ریخته بود، قابل سکونت نبود، فقط با آثار باستانی بود که متاسفانه هم ثبت نشده بود. گفت قدیم اینجوری بود، میگفتن اگر یه بزی و بالا پشتبون یه خونه ول بکنی تا یزد میتونه بره، انقدر خونه ها به هم دیگه چسبیده است و این خونه ها بالا پشتبونشون یکیه. ما رفتیم کل اینجا رو دیدیم و این بند خدا میگم این کسایی که اومدن، یکی اومد گفتش که من برادر این بند خدایی هم که ما رو سوار کرده. گفتیم اوکی. گفت ببریم نهار بخوریم و بعد برید. از ما از یعنی از اونا اصرار رو از ما انکار که آقا ما نمیایم و فلان و اینا، که دیگه آخر سر گفتم بریم. رفتیم اونجا. در طول این سفر کلا خورد و خوراک و خودتون هی چیز میکنین دیگه یا مهمون میکنن؟ نه خودمونی. خود ما دوست داشته باشن مهمون میکنن، که ما سعی میکنیم حالت اون سوء استفاده نباشه که طرف فکر بد بکنه یا حالا هر چیز دیگه ای. ما بیشتر مقصودمون از این سفر اون فقط همسفر شدن است و اون انتقال فرهنگ است، ولی واسه خورد خوراک نه اصلا. مگه اینکه یه اتفاق بیفته میتونی غذای اونجا رو هم بگیری بخوری. آره دقیقاً همینطوره. بعد خلاصه هیچی، ما گفتیم اوکی بریم رستوران خوردیم غذا رو اینا. بعد برگشت گفتش که من نمیذارم برید. یعنی چی؟ گفت خیلی هوا طوفانیه، بعد الان طوفان شن میشه و خیلی خطرناکه، شما نباید برید. الان گفتم واقعا چیزی نیست، 2-3 ساعت راه بیشتر نیست و میریم و فلان. گفت اصلا امکان نداره، نمیتونم، مثلا وجدانم نمیذاره شما برید. بعد زنگ زد خانومو، به یه خانوم یه بچه داشتش، فرستاد خونه پدرش اینها و برگشت گفتش که خونه اوکیه، من اینم هماهنگ کردم، بعد بریم خونه ما.
آقا نمیخواد و اینا دیگه خلاصه ما رو بردن خونه و واقعا هم طوفان شد واقعا اصلا یه جوری شده بود چشو نمیدیدش اونجا که دیگه ما رو بردن اونجا و بعد زنگ زد نمیدونم پسر خالش بود یا پسر عموش بود فامیلشون اومد و اینا بیایید مثلا اینجا اینا میخوان صحبت بکنن بعد باهاش صحبت کردم گفتم کارت چیه گفت من دندون سازم گفتم دندون ساز توی بیاض به این کوچیکی واقعا خب اوکیه گفت ببین خیلی ها رفتن از اینجا خیلی ها تحصیل کردن مدرک گرفتن و رفتن ولی من و یه سری از بچه ها موندیم که اینجا رو بسازیم از شما هم تقاضا داریم که اومدید اینجا قشنگ اینجا رو معرفی بکنید که از بیاض فیلم داری؟ از بیاض فیلم دارم آره کلیپ های زیادی دارم از اونجا آره بذاریم رو تصویر آره بعد رفتیم خلاصه هیچی ما موندیم اونجا و تولد سامی هم بود کیک ژله‌ای واسش درست کردم من مثلا با ژله بلد بودم درست کنم دیگه بعد رفتم دیدم قالب داره خانم این دکترم خودش اصلا انباکسم قالبای ژله داشت این درست می‌کرد این ژله‌ها رو آورد قالبا رو آورد شروع کردیم درست کردن یه حالت کیک ژله‌ای شد واسش بعد رفتش با او دستگاهش روی سنگ اسم سامی و تاریخ و اینا رو نوشتش بعد آورد بهش داد گفت این هدیه تولد تو خیلی آدمای خیلی خوبی بودن یعنی هم اون بنده خدا هنوزم باهاش در ارتباطم علیرضا واقعا پسر گل که میگم این سفر اینا رو هم داره واقعا با بعضیا یه جوری دوست میشی یا یه جوری باهاشون گرم میگیری که این اتفاقه میبینی همین جوری ادامه داره که ما رفتیم شب هم موندیم و فردا صبحش اومدیم راه بیفتیم گفتن کجا بیاین بریم فوتبال آقا زمین چمن داریم بریم فوتبال بازی کنیم رفتیم زمین فوتبال دیدیم که آقا اینا همهشون دکتر مهندس فلان تا یعنی دقیقا اون حرفی که زده بود یعنی یک کلمه این برانور نبود یعنی بچه هاشون همه وایستاده بودن که اونجا رو بسازن رفتیم فوتبال بازی کردیم خودشون واسه ما آوردن بغل جاده هیچ زدیم و ما رو فرستادن رفتیم تا بریم جای بعدیمون برای یزد در واقع